سلام، صبح بخیر. من مهدی تهانی همراه با شما. برنامه شمارش معکوس بازار امروز یک شنبه اول تیر سال 99 رو از استودیوی بورسان تهران با نام خدا آغاز میکنم. امروز اولین روز تابستان سال 99 هستش و بهار قرن در واقع گذشته تموم شد و داریم میریم اول تابستون. بهار که خیلی خوب بود برای اهالی بازار سرمایه، به صورت اسمی ثروتمون بالاتر رفت و همه بازارها هم توی این فصل خیلی خوب بودن و خب به هر حال شرایط خیلی خاصی کشور ما داره. از یه طرف باید خوشحال بشیم که آیندگان تو تاریخ در مورد ما خیلی چیزا میشنون و میخونن، ولی که حالا به هر حال ما تو این برهه از زمان هستیم و باید کمک کنیم که کشورمون تو این شرایط بتونه به هر حال بیرون بیاد. بهترین جا برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است. خودتون شرایط در بازارهای بیرون رو دارید میبینید. من متاسفانه برخی ها هم دارن به این شرایط دامن میزنن با صحبت ها یا مواردی که گفته میشه. انشالله هر چیزی که برای خیر و برکت برای این کشور باشه اتفاق بیفته. به هر حال ما داریم تو این کشور زندگی میکنیم، حتی اون ایرانی های عزیزی که خارج از کشور هستن، خیلی از اقوام و فامیلاشون تو این کشور هستن و براشون مهمه که سرنوشت این کشور و اقتصاد اون با کدام سمت میره. فعلا بحث این نرخ برابری دلار به ریال خیلی مهم شده، با اون فاصله 25-26 درصدی بین سامانه نیما با در واقع اون نرخی که در بازار ما بهش میگیم دلار آزاد، که البته صرافی ملی دلار در محدوده 18400 تومان قرار گرفته. از شما خواسته بودیم کامنت بذارید بابت اینکه دیروز در بازار چه کردید. من کامنت ها رو میخونم، واقعا لذت بردم. خیلی حرفه‌ای، خیلی سهمایی که نوشته بودید یا اون مواردی که عنوان کرده بودید خیلی خوب بود. انشالله دست به دست هم بدیم این فضای مجازی بشه جایی که بتونن حالا کسانی که با بازار ناآشناتر هستن یا کسانی که میخوان بیان تبادل اطلاعات کنن به صورت سالم این اتفاق بیفته. الان بازار سعودی همه خوشحال خندون، ولی خب به هر حال بازار نزولی میشه، بعضی از سهم‌ها دچار اشکال میشه، این همه هستش و باید با هم مهربونتر تو اون فضا و با همین تعامل درسته که با هم رفتیم تو اون فضا هم با هم باشیم. امروز موضوع جذاب حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی رو داریم. من برم سری به بازارم. امروز هم مزنه‌گیری اوراق دولتی که 12000 میلیارد تومان روز سه‌شنبه قرار عرضه بشه رو داریم که با سررسید دو ساله تیر و خرداد 1401 امروز مزنه‌گیری میشه. سه‌شنبه این اوراق میاد و احتمالاً یک سری خریدارها داره. فعلا اوراقی که دولت آورده نیم بند خریدار داشته، یعنی تو دو یا سه مرحله معاملاتش انجام شده، یه پارت اول یه پارت دوم. بریم به مروری بازار دیروز رو داشته باشیم، برمیگردیم دیگه صحبت با مهمان ها. اون بخش خارجیمون هم با یک موضوع خیلی جالب داریم. شاخص کل روز گذشته 3.3% رشد داشت، 40953 واحد شاخص رشد کرد، 1,270,627 واحدی شدیم، حدود 600 تا 700 هزار واحد شاخص در فصل بهار رشد کرد. بازدهی بازار سرمایه از ابتدای امسال تا کنون بیش از 148% شده. شاخص هموزن دیروز 0.7 کمتر رشد کرد، 2.6% شاخص هموزن رشد کرد. فولاد، فملی، فارس، شستا، کگل، شپنا، کچاد بیشترین تأثیر مثبت رو بر روی شاخص داشتن. ارزش معاملات دیروز، ارزش کل معاملات قریب به 17500 میلیارد تومان بود. بانک ملت خیلی خوب معامله شد، ولی کن آخر رخ کارش منفی 2.5 بسته شد. بانک ملت، شستا، دماوند، ای فولاد، ملت، به جهرم، من سهم‌ها رو میگم، به جهرم، چکاپا، زبق سالم بیشترین ارزش معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. و صندوق با درآمد ثابت کمند رو هم میبینیم که اون هم در واقع در پرارزش‌ترین معاملات دیروز قرار گرفت. نمای باز معاملات بسته دیروز رو داریم با هم میبینیم. بانکی ها، فلزاتی ها، شیمیایی، غذایی، سرمایه گذاری ها و نیروگاه ها عموماً به عنوان با ارزش‌ترین ارزش معامله، یعنی پرحجم‌ترین تو ارزش بیشترین رو تو بازار سرمایه دیروز داشتن. خب عموما فضای مثبتی بود، اما تو گروه دارویی می‌بینیم یک مقدار فضای اصلاحی رو داشتیم. تو گروه سیمانی که رشد خوبی داشت اصلاحی بود، تو گروه زراعت اونایی که به خاطر حذف ارز 4200 تومانی در هفته گذشته مورد توجه بودن، دیروز یک مقداری به هر حال سهم‌هاشون اصلاح داشت، ولی گروه پالایشگاه، گروه خودرو
و دست منم خورد این پرید، گروه خودرو میبینیم و سرمایه گذاری ها رو میبینیم که عموما مثبت بودن، غذایی ها مثبت بودن، شیمیایی ها مثبت بودن. به نظر من روند بازار سرمایه روند رو به رشدی همچنان خواهد بود تا ببینیم شرایط به چگونه خواهد شد. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه دیروز 16175 میلیارد تومان بود، حدودا 20% بالای میانگین از ابتدای سال تا کنون ارزش معاملات بود. از ابتدای سال تا کنون 12317 میلیارد تومان بوده که الان بالای میانگین ارزش معاملات ثبت شده. اما دیروز که اتفاق جالب هم افتاد، 1268 میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شد. میانگین از ابتدای امسال تا کنونمون 945 میلیارد تومان بود و الان میبینیم که این نقدینگی با فاصله بالاتر از میانگین هستش. از ابتدای امسال تا کنون قریب به فکر کنم مثلا 57-8 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شده. عدد واقعا عدد درشتی هستش که امروز میخوایم اتفاقا در این مورد صحبت بکنیم که آیا شرکت های ما، هیئت مدیره شرکت های ما، مخصوصا رو شبه دولتی ها، قدر این منابع بازار سرمایه رو میدونن یا نه، یا این سرمایه گذاران جدید واقعا چه حق و حقوقی در بازار سرمایه دارن و آیا این حق و حقوق تا الان تو بازار سرمایه بهش توجه شده یا خیر. دماوند، دیخ، بهمن، حفاری، وبصادر، رمپن و فولاد، قگل و معادن که ماسه بیشترین جذب پول اشخاص حقیقی در این سهام صورت گرفته. شستا، امام، فسپا، فرابورس، پارس، غیره و غیره هم بیشترین خروج پول افراد حقیقی از این سهام ها بوده که البته عرض کردم این خیلی نمیتونه مبنای تصمیم گیری باشه، ولی دقت که بکنید میبینید که قسمت ورود پول خیلی پررنگ تر از قسمت خروج پول هستش که یکی از ترندهای سعودی بازار. تو این تصویر هم باز همین موضوع رو میبینید که نیروگاه ها، بانک ها، خدمات فنی مهندسی، استخراج کانه های فلزی و خودرو بیشترین جذب پول در این صنایع صورت گرفته و از اون ور صندوق‌های قابل معامله، دارویی‌ها، نهادهای واسط قند و شکر هم بیشترین خروج پول از این صنایع بوده. بازی سهام از 93% ارزش معاملات در سهام و نزدیک 6% ارزش معاملات در صندوق‌های با درآمد ثابت. در خود صندوق‌های با درآمد ثابت هم 60% ارزش معاملات در فیکست اینکام هستش و حدوداً 40% ارزش معاملات در صندوق های سهامی در حال پیگیری هستش. چند تا اسلاید، حالا کرونا ویروس و اینا رو ما باشون کاری نداریم، رد میشیم ازشون. در مورد FIP ایران میخواستم صحبت بکنم. این سایت FIP ایران، سایت صندوق های سرمایه گذاری مشترکه. یکی از دوستان کامنت پرسیده بودن که میگن طلا و چجوری طلا بخریم. خب تو بورس این امکان دیده شده، 4 صندوق طلا وجود داره که این 4 صندوق طلا کارشون این استش که پول را از سرمایه گذاران میگیرن و مدیران اون صندوق ها میرن این در واقع میشه گفتش که نمادهای گوهر، عیار، زر و طلا. این 4 تا نماد هستن که میشه باشون این کار کرد و 4 هم نماد سکه طلا. خیلی خوبه که تو بازار سرمایه ما این ابزارها رو کنار دستمون داریم، هم اوراق با درآمد ثابت داریم تو قالب صندوق ها و همچنین اوراق بدهی، هم صندوق های طلا و خود سپردهای در واقع سکه طلا داریم که معاملاتشون ساعت 12:30 تا ساعت 13 هستش. 12:30 تا ساعت 13 پیش گشایش، از 13 تا ساعت 15 معاملات هستش و اونجا هم در واقع سکه معامله میشه. صبح تا ظهر هم که بازار سهام هستش، یه بازار ملک و یه دونه خودرو هم بندازن تنگش دیگه تمام میشه، همه چی شفاف و خیلی شیک و مجلسی تو بازار سرمایه قابل معامله است. بریم با اولی مهمانمون صحبت بکنیم، آقای محمد اسکندری، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در مورد همین مفهوم حاکمیت شرکتی که بهتون میگم صورت مثلا کجا هستش. سلام، صبح بخیر آقای اسکندری، خیلی ممنون که پذیرفتید در این برنامه باشید. خب آقای اسکندری، داریم میبینیم به هر حال به واسطه سهام عدالت خیلی از سهامداران با بازار سرمایه آشنا شدن، صورت‌های مالی پایان سال شرکت‌ها داره منتشر میشه. ما تو صورت‌های مالی یه سری نکات رو میبینیم، مخصوصا بانکی‌ها و شرکت‌های بزرگ یک سری هزینه‌ها داره اونجا میاد، مثلا هزینه مطالبات مشکول وصول برای سنوات قبل یا نرخ برابری تسعیر ارز دلار به ریال با یه عددی خیلی پایین‌تر از اون چیزی که هست.
سهامداران این شرکت ها باید چی کار بکنن؟ آیا راهی هستش که سهامداران این شرکت ها بتونن از هیئت مدیره این شرکت ها بپرسن چرا دو سال قبل این چه کار کردید که اینقدر هزینه مطالبات مشکوک الوصول بالا آوردید؟ چه کار کردید که فلان صراف تو فلان پتروشیمی اومد و یک مقداری در واقع ارز رو توی سنوات قبل برد؟ این مفهوم حاکمیت شرکتی که تنظیم کننده روابط ذینفعان شرکت هستش، آیا تو ایران واقعا داره اجرا میشه و شما فکر میکنید در این زمینه چه کارهایی میشه انجام داد؟ با شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و تشکر از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. خدمتتون عرض شود، بحث حاکمیت شرکتی خب موضوع بسیار مهمی هست که از زمانی که موضوع تفکیک مدیریت و مالکیت مطرح شده و بحث تئوری نمایندگی همیشه بحث رایج روز بوده، خب این موضوع هم همیشه مطرح بوده و در رأس مسائل مدیریت شرکت ها بوده. به هر حال بعضا مدیران منافع یا تشخیص هایی دارن و بعضا برخی از سهامداران یک سری منافعی دارن، یک سری اولویت هایی دارن که وقتی یک شرکتی وارد بازار سرمایه میشه یا وقتی سهامدار غیر پیدا میکنه قاعدتا باید به این موضوع توجه بشه که منافع این سهامداران غیر اکثریتی یا منافع سهامداران در مقابل مدیران باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره و به نوعی یک رویکرد عادلانه در مورد منافع کلیه سهامداران باید اتخاذ بشه. به هر حال مواردی که شما فرمودید که ما مثالش رو زیاد داریم میبینیم، بعضا به واسطه قدرت یک سری سهامداران عمده، حالا این سهامداران عمده دولتی هستن، خصوصی هستن، کمتر خصوصی، چون ما در خصوصی ها به دلیل حالا شرایطی که در کشور وجود داره قاعدتا یه مقدار نظارت ها بیشتر هست، شاید سفت و سخت‌تر داره گرفته میشه، این مدیران یا سهامداران دولتی یا خصوصی بعضا رفتارهایی رو دارن که خیلی نشانگر یک آینده قابل پیش بینی برای سهامداران خرد نیست. از جمله موردی رو که حالا میفرمایید بحث تسعیر ارزها هست، بحث مطالبات مشکوک الوصول هست، بحث ذخایر هست، یا بحث ادغام یک چند مؤسسه غیر مجاز منحل شده در یک بانک بورسی هست که سهامش منتشر شده و شما میاد در مجمع میبینید یک دفعه به ازای هر سهم 3 برابر ارزش اسمی زیان بهتون تقدیم شده. این موارد به نظر میاد که قاعدتاً باید یک توجه جدیتری بهش جلب بشه و ما باید اجازه ندیم که اعتماد سهامداران به همین راحتی به تاراج بره. بله، خب در واقع یکی از بازوهای اجرای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها ایجاد واحد حسابرسی داخلی بود که یک کمیته حسابرسی داخلی می‌ذارن اونجا که بیاد به صورت مستقل نظاره بکنه و ما خب می‌بینیم تو کدال هم اسامی کمیته و سایر موارد میاد. من نمی‌دونم، فکر کنم 4-5 سال این اتفاق افتاده، ولی دریغ از یک نکته‌ای که یکی از این کمیته‌های حسابرسی به سامانه کدال بدن. آیا فکر می‌کنید این کمیته‌های حسابرسی واقعاً کارکردشون تو این شرکت ها جواب داده و با این ساختاری که الان هستش فکر میکنید آیا میتونن جوابگوی این ارتش 60 میلیونی سهامداران آینده بازار سرمایه باشن؟ نکنید بحث حاکمیت شرکتی یکی از اجزاش کمیته های حسابرسی هست. البته کمیته های حسابرسی، من شاید خودم بالغ بر 7-8 سالی هست که حالا با این موضوع درگیر بودم در هلدینگ های مختلف. موضوع کمیته حسابرسی بعضن به دلیل نادیده گرفتن برخی از شرایط معمول شرکت داری در شرکت‌های ما، به خصوص در شرکت‌هایی که دولتی خصوصی هستن، کمتر تونسته اجرا بشه. یعنی اون اعضای مستقل کمیته حسابرسی، اون گزارشی که باید حسابرس داخل داده بشه، اینکه اصلا حسابرس داخلی خودش تحت نظر مدیر عامل هست بخواهی نخواهی، گرچه گفته می‌شود که حقوق مزایش باید توسط کمیته حسابرسی تعیین بشه، ولی به هر حال جزء چارت سازمانی میشه. من دقیقاً این تجربه رو داشتم. خب مدیر عاملی اگر نخواد که حسابرس داخلی کارش رو انجام بده، حسابرس داخلی که منصوب کمیته حسابرسی هست، قاعدتا ما مشکلاتی مواجه هست. یعنی ما به خصوص وقتی که مدیر عامل محور هستیم در شرکت های خودمون، کمتر میتونه هیئت مدیره و کمیته حسابرسی اون نقش ایفا بکنه و من کمتر میبینم که یک گزارش کنترل داخلی خوب و قابل اتکا و اون چیزی که سهامداران انتظار دارن داده شده باشه. اما بحث حاکمیت شرکتی مسائل دیگری هم داره، از جمله مثلا عضو مستقل هیئت مدیره که خب این هم تا الان که من ندیدم اجرا بشه، یا خدمت شما عرض شود که
شفافیت معاملات مربوط به مثلا با اشخاص وابسته مشمول ماده 129 قانون تجارت، این موارد چیزهایی است که دیده شده شفافیت به عنوان یک اصل موضوع حاکمیت شرکتی در شرکت هایی که ما انتشار عمومی سهام داشتیم دیده شده. این موضوع هم که خب حالا به واسطه کدال من فکر میکنم که تا حد زیادی ارتقا پیدا کرده، تصمیمات خاصی اگر گرفته میشود باید هیئت مدیره درشون مدیر ذینفع شرکت نکنه، یا جایی اگر کسی خودش ذینفع است در اون تصمیم گیری شرکت نکنه. این اصول حاکمیت شرکتی که به نظرم البته شاید بشه گفت تا حدی هم بلند پروازانه است، یعنی ما باید به تدریج به این سمت بریم، دستورالعمل خوبی در مجموعه سازمان بورس تصویب شده و ابلاغ شده، یا اینکه سهامداران خودش شرکت ها خودشون سهام خودشون رو نداشته باشن، حالا سهام خزانه یا سهام خزانه غیر مستقیم که در چندین شرکت بورسی ما می‌بینیم وجود داره، یعنی شرکت خودش حق رأی خودش در مجمع رو داره. اینجا اون تفکیک مدیریت از مالکیت به خوبی انجام نمی‌شود. به نظر میاد ما بستر خوبی رو از لحاظ مقرراتی آماده کردیم، فقط باید بریم به سمت اجرای تدریجیش و یه مقداری جدیترش. ولی اون موضوع کمیته حسابرسی که شما فرمودید به نظر میاد یه مقداری شاید از لحاظ ساختاری باید بیشتر بهش توجه بشه و اصلاحاتی نیاز داره. آیا اسکندری ما میتونیم بگیم بازار سرمایه‌مون داره توسعه پیدا میکنه ولی مفاهیم به این بنیادی و اساسی رو هنوز تو اقتصادمون پیاده نکرده باشیم؟ بله، خب بازار سرمایه توسعه پیدا میکنه، شاید هیچکی انتظار نداشت که به واسطه سهام عدالت اینطوری هم توسعه پیدا بکنه. حالا قبل از سهام عدالت هم که خب سیاستایی که وجود داره کاملا توسعه بازار سرمایه چیزی بوده که خیلی از سیاستگذاران، خیلی از فعالان بازار به این سرعت اصلا پیش بینی نمی‌کردن. بنابراین شاید مقداری این مفاهیم پیشرفته و به روز حاکمیت شرکتی و حالا مسائل مختلفی در بازار سرمایه از جمله شفافیت معاملات، خدمت شما عرض شود که عادلانه بودن همه شرایط معاملات و بعضی از مسائلی که حالا ما به عنوان انتشار اطلاعاتی داریم که خب مورد نیاز معامله‌گران هست، خب کمتر شاید جدی گرفته شده. در بعضی موارد که ما می‌بینیم مثلا قانون کارگزاران میاد اصلا انتشار آمار معاملات کارگزاران رو متوقف می‌کنه، یعنی یا در موضوع سهام عدالت می‌بینیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اصلا اسمشون از لیست سهامدارای 1% هست. خب بعضی از موارد بله ما متأسفانه عقب‌گرد هم داریم. فکر می‌کنم که باید جدیتر گرفته بشه، یعنی اون چیزی که قبلا دیده شده در بستر مقرراتی بسترهای خوبی هست. من فکر میکنم که توسعه ای که ما داریم میگیم خیلی توسعه مقررات گذاری شاید نباشه، توسعه مقررات گذاری در اولویت دوم هست، توسعه اجرا و پایبندی به همون مقرراتی که وجود داره باید باشه و البته استماع نظرات مدیران، نظرات سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر نهادی تا ما ببینیم که حرف دل اونها چی هست، اونها مشکلشون چی هست و چه نکاتی رو به عنوان برخی از موانع اعتماد خودشون دارن مطرح میکنن. دقیقا فرمایشی که شما دارید این درست هست که ما باید جدیتر بگیریم توسعه شیوه های مدیریت و شیوه های مدیریت در بازار رو متناسب با این توسعه ای که داره تعداد سهامدارای ما پیدا میکنه و عملا دیگه بورس یک بازار اختصاصی برخی از معامله گران حرفه‌ای نیست، همه مردم الان دیگه وارد بورس شدن و ما این رو کاملا داریم هر روز مشاهده می‌کنیم. بله دقیقا همینطور هستش. خب سوال بعدی که حالا برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد، خیلی از سهام ها رو میبینیم که روی تابلو بالا میرن، شرکت شفاف سازی میده، هیچ خبری نیست، ولی بعدا میبینیم که قیمت میره دو برابر میشه و بعدش میاد میگه یه خبری هست و خب افراد خاصی از اون خبر احتمالا میدونستن و سامانه کدال برای اینه که بیاید اطلاعات افشا بشه به صورت وسیع و یکسان برای همه اتفاق بیفته و مثل تجدید ارزیابی که مثلا مثل برای پالایشگاهی هستش که تو بازار همه میگن هست، خود شرکت تو آخری شفافسازی میگن نیست. این رو چجوری تفسیر میکنید؟ آیا حالا که الان بازار مثبت، هر کی هر سهمی بخره خوشحاله و داره میره بالا، ولی فردای بازار که اصلاح بکنه و یک مقدار صدای شکستن استخونا بیاد، آیا فکر نمی کنید اینا چالش های اساسی برای بازار سرمایه باشه؟ نکنید آقای تهانی، یه نکته رو عرض بکنم، اخباری که وزن خاصی داره باید به اندازه وزنش بهش اهمیت داده بشه. بله اطلاعاتی بعضا هست، فلان مناقصه رو بردیم یا نبردیم، یا رفتیم شرکت کردیم یا فلان ساختمون رو داریم میفروشیم،
شاید 5 بار یک نماد بسته میشه و باز میشه برای اینکه بگیم من فلان شرکت یا فلان ساختمون رو گذاشتم مزایده کسی نخرید. خب اینا هر کدومش تلاطم ایجاد میکنه. یا همین موضوع تجدید ارزیابی که البته عرض من این است که شاید انقدر وزنی که بازار بهش میده رو نداشته باشه در قیمت گذاری شرکت ها و سهام، بالاخره بازار بهش اهمیت میده. خب باید یه فرایندی داشته باشه، مثلا اینکه یک هیئت مدیره فکر کرد که تصمیم مثلا بره تجدید ارزیابی بررسی بکنه، آیا این واقعا مصداق انتشار اخبار هست؟ بعضا سازمان بورس هم سختگیریایی میکنه که هیئت مدیره تو فکرش یک چیزی میگذره باید بیاد اطلاع رسانی بکنه. خب میره اطلاع رسانی میکنه، میره با مجمعی صحبت میکنه، مجمع میگه نه اصلا من برنامه میچنین این چیزی نبوده. به نظر میاد باید یه مقدار اطلاع رسانی متقن‌تر بشه. خب ما البته یه پارادوکسی این وسط داریم، این که برخی ها در شرکت یک تصمیمی رو که میخواهد مطرح شود میدونن و منتها این مستلزم تایید برخی مراجع دیگر شرکت از جمله مثلا مجمعش و سهامداران عمدهش هست، که خب اینکه در هر صورت کجا باید این اطلاع رسانی انجام بشه هنوز شاید خیلی تکلیفش مشخص نیست. ما در مجموعه‌ای که بودیم مثلا این موضوع الان یک مسئله است، کی این رو اطلاع رسانی بکنیم؟ نکنه متهم بشیم به اینکه اگر مثلا دیر اطلاع رسانی کردیم از این بابت که تایید مجمعمون هم بگیریم فردا بگن خب ایرانی وجود داشته. به نظرم این پارادوکس رو باید حل کرد. هرچند عرض میکنم اخباری مثل تجدید ارزیابی به اشتباه در بازار بهش اینقدر وزن داده می شود و البته وزن هم داده می شود، نه اینکه بگیم وزن داده نمی شود، ولی اینا که واقعا این چقدر اهمیت داره در دیانت نقدی شرکت و این مسائل، خب حالا موضوع دیگری هست. همین هست که یک تصمیم ساده، یک تصمیم شکلی اگر قرار است اینقدر قیمت سهام اثر بگذاره، خب قاعدتا اطلاع رسانیش هم اهمیت پیدا میکنه، ولی به نظر رویدادهای با اهمیت یک شرکت بیشتر اونهایی هستن که بر جریانات نقدی شرکت اثر میذارن. خب آقای اسکندری من اینجا یه سوال دارم. شما دارید به درسته میگید که این ماجراهایی مثل تجدید ارزیابی واقعا رو جریانهای نقدی یا بنیه مالی شرکت اتفاق نمیفته. اینکه ما آجرهای شرکت رو بیاریم بذاریم تو سرمایه چیزی دست شرکت رو نمیگیره. آیا همین موضوعات نباید خیلی شفاف توسط هیئت مدیره به اطلاع سهامداران برسه؟ به هر حال این شرکت‌ها صورت‌های مالی میدن، مجمع میرن، سهامدار متوقع هستن توی مجمع. الانه که به هر حال عرض کردم بازار داره بالا میره، همه خوشحالن، ولی فردا نمیتونه عواقب باسه هیئت مدیر و سهامداران عمده این شرکت ها این عدم اطلاع رسانی و این سکوت داشته باشه؟ نه کن جانب تهانی، این دیگه به نظرم مسئولیت هیئت مدیره نیست. هیئت مدیره به هر حال شاید اگر قرار باشه به واسطه تجدید ارزیابی بیاد بگه صورت های مالی من بعد از تجدید ارزیابی چه خواهد شد، خب این گزارش رو اصلا بگیرن از هیئت مدیره. منتها مگر امروزه کسی به این نگاه میکنه؟ به نظرم این موضوع کاریست که باید سازمان بورس اطلاع رسانی فرهنگسازی بکنه. باید تأکید بکنه بر این موضوع که اصولا آیا سهام دارن عزیز شما میدونید چی دارید میخرید؟ اصلا میدونید تأثیر یک خبر بر اون شرکت چی هست؟ آیا میدونید اصلا در یک سهمی که دارید میخرید چی مهمه؟ من به نظرم خیلی از کسانی که دارن در بازار فعالیت میکنن اصلا نمیدونن تو شرکت چی مهم، اصلا نمیدونن چی رو دارن میخرن. ما بعضا میدونیم که اسم نماد و بلد، اسم شرکت و بلد نیست. زیاد پیش میاد، خیلی زیاد. خب این به نظر میاد موضوع فرهنگ سازی هست. یعنی اینجا اتفاقا من باید از هیئت مدیره دفاع بکنم. مگه هیئت مدیره چه کار میتونه بکنه وقتی که با یک کلمه ای یک دفعه شما میبینید هجوم میاد به سمت سهام، یا بعضا با یک چارت اشاره در یک کانال هجوم میاد به سمت سهام؟ به نظر میاد بازار خب با فقر تحلیل مفرط مواجه هست و به نظرم اتفاقا اینجا ما باید بیام یه مقداری از هیئت مدیرامون دفاع بکنیم. هیئت مدیره کار خاصی نمیتونه بکنه. همدیر فقط میتونه بیاد بگه اون چه به من گفتی رو من اطلاع رسانی میکنم، اینم برنامه من و اینم برنامه مجمع. ولی به هر حال فکر میکنم اینجا سازمان بورس خیلی خیلی وظیفه مهمتری داره تو این زمینه و واقعا باید بریم به سمت فرهنگ سازی. یعنی اینکه از این ور ما موضوع حاکمیت شرکتی رو مطرح میکنیم، از اون بحث فرهنگ سازی و اینکه بدانیم چه میکنیم در بازار رو هم باید تقویت بکنیم. به نظرم الان مسئله ما بیشتر این هست و هیئت مدیره ها هم چاره ای ندارن جز اینکه در قالب دستورالعمل هایی که بهشون ابلاغ شده اقدام بکنن، که خب در این مورد خاص حداقل دارن اقدام میکنن. خیلی ممنون آقای اسکندر. اینو نکته ای هستش که من سوالش رو از شما نپرسیده باشم و شما لازم میدونید که اینجا بهش بپردازید. فکر میکنم که شاید ما همین چیزی که عرض کردم، بازار به هر حال داره رشد میکنه، همه خوشحالن، شاید فکر میکنن که این وضعیت وضعیت خوبی هست،
قاعدتا اگر ما نگاه کنیم که آنچه که برای ما به وجود میاد برای بقیه آثار و ارتباطش چی هست شاید متفاوت فکر کنیم. من فکر میکنم که بازار سرمایه بازار بسیار خوبی هست، باید تقویت بشه، ولی تقویت با رشد مستمر و مداوم لزوما دو تا موضوع مساوی و مشابه و معادل نیستن. فکر میکنم که ما الان باید برای حفظ بازارمون و اینکه این بازار جای کسب و کار ماست بیشتر به این توجه بکنیم که کسانی در این بازار باشند که به تحلیل درستی رسیده باشند، یا کسانی در این بازار اگر هستن ما کمک بکنیم که اینها بدانند دارن چی کار رو میکنن. این برای پایداری بازار ما مهم هست. ما بالاخره روزهایی از این بازار رو دیدیم که شاید ماه و بعضا سالها خب در حسرت یک چند روز مثبت بودیم. فکر میکنم اینجا ما فعالان بازار هم در کنار سیاست گذاران باید به شدت به این موضوع اهتمام داشته باشیم که بدانیم چه میکنیم. اگر دیگرانی نمیدانن چه میکنند ما هم دنبال اونها نیفتیم و حرکت های توده‌ای و حرکت هایی که بعضا متاسفانه درش هیچ بویی از تحلیل و دانش نسبت به اون چه انجام میشه وجود نداره ما باش همراه نشیم. من این رو از حرفه‌ای های بازار به شدت خواهش میکنم و مطالبه دارم که حرفه‌ای های بازار بدانند که اینجا خونه اونهاست، جای کسب و کار اونهاست و استمرار اینجا براشون باید مهم باشه، نه آنچه که میآید و میرود. خیلی ممنون آقای اسکندری از صحبت هاتون. انشالله که روز خوبی رو در پیش داشته باشید و خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب گفتگو کردم با جناب آقای محمد اسکندری کارشناس ارشد بازار سرمایه. ایشون خب سابقه معاونت یکی از بورس ها و همچنین عضویت در هیئت مدیره خیلی از شرکت ها رو دارن و به نظرم صحبت های خیلی درستی بود. حاکمیت شرکتی خیلی مفهوم گسترده ما فقط اینجا در حد یک طرح سوال بهش پرداختیم، وگرنه خودش خیلی مفهوم خیلی عجیب و غریب و بزرگی هستش که مبانی حقوقی هم داخل خودش داره. به هر حال اینی که ما یه ذره‌ش رو میگیم و میریم و نذارید که فقط همین ذرهش بود، انشالله در موردش بیشتر خواهیم پرداخت. و انشالله اگر این ویدیو صبح رو شما دیدید خیلی ممنون میشم که کامنتاتون رو از این بابت برای ما بذارید که تجربه شما از این مسئله حاکمیت شرکتی به چه ترتیبی است، برداشت شما چیه و شما اگر فکر میکنید قرار بازار سرمایه توسعه پیدا کنه واقعا چه اتفاقاتی باید توی اون باشه که شما به عنوان یک سهامدار خرد بتونید توی این بازار به راحتی و به نرمی فعالیت خودتون رو ادامه بدید. بریم سراغ بازار سرمایه تا همین جای کار که ساعت 9:09 دقیقه صبح روز یک شنبه اول تابستان سال 99 هستش که 0.7% شاخص رشد کرده، 22040 واحد خیلی خوبه، تو 7 دقیقه 22000 واحد رشد کرده. فولاد، فملی، تاپیکور، مپنا، فارس، شبندر و پاسار بیشترین تأثیر مثبت روی شاخص گذاشتن. نمادهای فلزی، پتروشیمی، بانکی عموما ما داریم تو این تصویر میبینیم. ارزش کل معاملات خیلی خوبه، واقعا تو 10 دقیقه 2700 میلیارد تومان ارزش کل معاملات رو اینجا داریم با هم دیگه میبینیم. فولاد مبارکه اینجا اومده بالا قرار گرفته. خب فولاد مبارکه الان داره صفحه خرید میشه، سقف خودش رو زده. بترانس رو داریم میبینیم که داره نزدیک صفحه خرید معامله میشه و تجارت رو داریم میبینیم و تجارت فکر کنم بسته شده اینجوری که رخ کار نشون میده، برای فکر کنم نوسان 50% بسته شده، دقیقش رو نمیدونم، حالا بعدم تو نماد بعد بریم ببینیم. بانک ملت همچنان داره در محدوده یک منفی معامله میکنه، نه بانک ملت فکر کنم تو محدوده 3 منفی داره معامله میکنه. بانک ملت هم ساختارش جالبه، خود صفحمون رو کوچیک میکنم تا درصدها رو ببینم. بانک ملت هم 45 میلیارد تومان تا اینجا معامله کرده. در ملی مس رو داریم میبینیم همچنان 157 میلیون صفحه خرید هستش. ملی مسی که 1100 تومنش رو شما میتونستید دو سه هفته گذشته بخرید و الان شاید نزدیک به 100% بازدهی نصیب سرمایه گذاران خودش کرده. شبنده رو اینجا داریم میبینیم که این هم صفحه خرید هستش. به هر حال شرایط بازار سرمایه خیلی شرایط مثبت و خوبیه. نقشه بازارمون نمیدونم بالا بیاد یا نه، که از قرار معلوم نقشه بازارمون بالا نمیاد، اشکال نداره. تک تک سهم‌ها رو ببینیم با هم دیگه نگاه بکنیم. شپنا بسته برای نوسان 50% 60 صف هستش. جمپیلند دو مثبت داره معامله میشه. مپنا صفحه خرید، فولاد صفحه خرید شد، رانفور حالا صفحه خرید بود عرضه شد، کچات صفحه خریده، کگل روی دو مثبت داره معامله میکنه، بانک ملت دو منفیه،
قرن، یک مثبت، فملی صف خرید، عبید مسته است، شبندر صف خرید و تجارت دو مثبت داره معامله میکنه، نه و تجارت هم بازه و داره معامله میکنه، سقف خودش شکونده و احتمالا این هم یه پولبک خواهد داشت. فارس دو مثبت، نوری یک و حدودا 2% مثبت، سایپا صف خرید و سایر سهما. بریم با آقای در واقع پروفسور آیشنگرین، حالا فکر کنم آقای یا خانم، دقیقا این رو مشخص نمیدونم، حالا به هر حال پروفسور آیشنگرین، آقای پروفسور آیشنگرین میخوایم صحبت های ایشون رو بشنویم. ایشون استاد دانشگاه کالیفرنیا برکلی هستند. بر اساس اون قرارداد برتون وودز، دلار بعد از جنگ جهانی دوم شد سلطان دنیا، یعنی امریکا به واسطه قدرت دلار بود که تونست بگه من امریکا هستم. آقای آشنگری میخواد صحبت کنه و تو پاسخ به اون سوال مجری بگه که آیا یوان یا سایر ارزا دارن جای دلار رو تو دنیا میگیرن یا خیر. این بخش رو ببینید، برمیگردیم با هم صحبت میکنیم. مشخصه که پروفسور استیون روچ مدت هاست که ذهنشون درگیر دلاره، اما من کنجکاوم بدونم نظر شما در مورد توازن میزان ارز بین المللی در حال حاضر چیه. همه چیزایی که دولت زیمبابوه ازش دست کشیده و اتفاقی که برای دلار زیمبابوه افتاده، حتی میزان ارز دلاری در هنگ کنگ و البته دلار خود آمریکا، به نظر شما دلار آمریکا الان در کمترین میزان ارزش خودش قرار داره؟ در دوره کوتاه بله هست. دولت فدرال در مراحل اولیه بحران با ایجاد خطوط جدیدی برای مکزیک، برزیل، کره جنوبی و سنگاپور با تامین تسهیلات خزانه‌داری برای بانک مرکزی آمریکا اقداماتی را انجام داده و این بازار خزانه‌داری هنوز هم تنها بازار نقدینگی در دنیا است. برای همین همه در مراحل اولیه بحران به سمتش هجوم میارند. و من با نگاهی به آینده فکر می‌کنم که چالش‌های جدی رو پشت سر خواهیم گذاشت و مطمئن نیستم که دلار بتونه بر اونها غلبه کنه. قدم‌های سنگین آمریکا و تمایلش برای این کار نشون دهنده عدم وجود یک جایگزین خوب. میشه در آینده زمانی رو پیش بینی کرد که یوان مدعی ذخایر ارزی شده باشه و در تقابل با دلار قرار بگیره؟ من روی یورو شرط می‌بندم، چون اروپا داره موقعیت خاصی رو تجربه می‌کنه. اگر به آرومی اما با قاطعیت در جهت فدرال مالی پیش بره، فکر می‌کنم یورو این پتانسیل رو داره تا دلار رو شکست بده. مشکل ارز چین این هستش که مردم کاملا به دولت چین اعتماد ندارن. بانک مردمی چین ارز دیجیتالی بانک مرکزی را در اختیار داره، اما باید بپرسیم یعنی مردم و کشورهای دیگه ازش استفاده میکنن؟ اگر نگران شناسه دیجیتالی باشن نه، چون معاملاتشون میتونه ردیابی بشه و این جور سیاستا خیلی فراتر از چیزی هستش که دولت چین در نظر داره. دنیا صحبت شده بود دلار ارزان یعنی کامادیتی گرونتر، بحث یوان رو مطرح میکردن که به هر حال عدم اعتماد به دولت چین توی دنیا باعث میشه خیلی سمت یوان نرن، ولی در مورد یورو خیلی مثبت بودن. من میگفتم به نظر میرسه که اتحادیه اروپا هم، که البته یورو هم مشکل داره، یورو یک اقلیم با چند تا پادشاه، یعنی اینکه متاسفانه یکی از مسائل حوزه یورو هم میتونه همین موضوع باشه. ولی علی‌ایال صحبت‌های آقای پروفسور آیشنگرین رو گوش کردیم. بریم سراغ بازار خودمون ببینیم بازار به چه ترتیبی هستش الان داره پیگیری میشه تا بریم سراغ مهمان بعدیمون. شاخص کل تا اینجای کار حدوداً 2% رشد کرده، 24,25,162 واحدی شده، داریم میریم 1,300,000 رو بگیریم. چقدر سریع کانال عوض کرده. ما همین دیروز بود انگاری ما داشتیم در مورد 1,200,000 صحبت میکردیم که آیا میتونیم بریم سراغ شنا، ولی 1,300,000 کاملا در دسترسه. شاخص کل 3 برابر شاخص هموز رشد، 2 برابر شاخص هموز رشد کرده، حدوداً 6.9 اینجا میشه 3 برابر دیگه، اینجا حدوداً 2% رشد کرده. فولاد فملی 60 تا، فارس تاپیک و رمپنا شتران بیشترین
تأثیر مثبت رو روی شاخص داشتن. اینجا تو ارزش معاملات با هم دیگه ببینیم، یه 2400 تا 1000 تا 3400 میلیارد تومان ارزش معاملات تا اینجای کار. دیروز ارزش معاملات کل حدوداً 17500 و ارزش معاملات خرد حدوداً 16700 تا بود. الان میبینیم تو همین فاصله حدوداً 16 دقیقه‌ای نزدیک 2500 میلیارد تومان ارزش معاملات به نظر من امروز میتونه رکورد اوردی بهش رو هم بزنه. البته دو سه تا نمادمون بستن مثل شپنا و اینا، ولی علی‌الایال شرایط خیلی پرگردشی هستش. فولاد مبارکه رو داریم میبینیم 142 میلیارد تومان معامله کرده، داره اون بالا تقریبا درصد مثبت رو میگیره. بانک تجارت 1.2 مثبت سقف زده، طبیعی پول بک داشته باشه. حساب‌ها همچنان مثبت با صورت‌های مالی که خودرویی دادن به هر حال جالب توجه هستش. بانک پاسارگاد 1275 تومان 4 مثبت داره معامله میکنه. معادن و فلزات صفحه خرید نیست ولی داره خب راحت معامله میکنه. بانک ملت منفیش بیشتر شد، 2264 تومان، هنوز درگیر سقف شکسته شده یه قبلیشه و جای اون هزینه مطالبات مشکوک الوصولی که تو گزارش حسابرسی نشده شرکت داده درد میکنه برای این بانک. خیلی جالبه، این بانکی‌ها هزینه مطالبات مشکوک الوصول مال سنوات قبل میگیرن، با این دلار هنوز دارن مطالبات مشکوک الوصول میگیرن. آخه شما کی نتونستید پول بگیرید که اینجوری دارید هزینه‌شو شناسایی میکنید؟ اون هیئت مدیره قبل پس چجوری رفته پول تسهیلات داده، چجوری رفته قرض داده؟ ما ان شاءالله سعی میکنیم در جلسات آتی، فکر کنم شنبه یا یک شنبه بشه، با یک حسابرس صحبت بکنیم، بگیم آقا واقعا نقش حسابرسا این وسط چیه؟ آیا این حسابرسا میان صورت‌های مالی اون جوری که باید برزخی نگاه بکنن تا بتونن اطلاعاتو بکشن بیرون، یا صرفاً یه گزارشی به عنوان گزارش حسابرسی میدن که هیچکم نمیفهمه، هرچی بندشون میخونی دقیق نمیفهمه بالاخره تو این شرکت چه اتفاقی افتاده. ولی علی‌الایال میبینیم دیگه جاش داره درد میکنه برای این بانک. دماوند 3.3% مثبت، مپنا که اونم صفحه خرید بود، امروز روز پرعرضه‌ای داریم اینجوری که از تابلو مشخصه و کاملا معلومه که شرایط به چه صورتی هستش. خب در مورد قیمت نفت که الان البته بازار جهانی بسته هستن، نفت خیلی خوب رشد کرد. از نفت برنت حدودا 22 دلاری الان اومده شده 42 دلار و یک تقریبا میشه 70 80 درصد رشد کرده. دیروز آقای احمدیان میگفت نفت میتونه بره بشه 50 دلار و آینده رو مثبت بود، ولی کن به هر حال باید ببینیم این شرایط چین و امریکا و این موج دوم کرونا میتونه تأثیری بر این قیمت کالای استراتژیک داشته باشه. بر همین اساس میخوام صحبت کنم با جناب آقای رامین فروزنده، کارشناس حوزه انرژی. سلام آقای فروزنده، صبحتون بخیر، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خب آقای فروزنده، قیمت نفت الان 42 دلار اومده، اوپک و تولید کنندگان نفت به کاهش تولید متعهد هستند. توی امریکا هم تعداد چاهاب شاید به بیشترین، یعنی به کمترین حد خودش در این سالیان اخیر رسیده. ارزیابی شما از بازار نفت به چه ترتیبی هستش؟ آیا فکر میکنید قیمت ها همچنان میتونه تو سطوح بیش از 40 دلار بمونه یا خیر، یا اینکه فکر میکنید آینده دیگه در انتظار بازار نفت هستش؟ با شما هستیم. سلام شما و بینندگانتون. فکر میکنم از یک ماه پیش اگه یه فلشبکی بزنیم، اون موقع که نفت حدود 30 دلار بود ما خیلی ریسکی میدیدیم و انتظار داشتیم نفت اگه یادتون باشه حدود 20 تا 25 دلار برسه و بعد روند صعودیش رو ادامه بده. به این برگردیم که چرا این اتفاق افتاد، یعنی چرا چشم‌انداز ریسکی که ما می‌دیدیم محقق نشد و نفت الان حدود 40 دلار تقریبا خودش رو تثبیت کرد. تو این یک ماه گزارش‌های هر سه نهاد کلیدی، یعنی اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا، یه ریوایز آپی عمدتاً شدن از جهت ساپورت قیمت نفت، یعنی بازار رو در مجموع پایین‌تر دیدن و همین گزارش هفته گذشته آژانس هم مؤید همین موضوع. دلیل چی هست؟ دلیل اصلی اینه که ما اون چشماندازی که انتظار داشتیم از وضعیت کرونا و لاکداون های دنیا، اون چشمانداز محقق نشد. یعنی تو دنیا به سمت رفع لاکداون ها رفتن، با وجود اینکه این رفع لاکداون ریسک موج دوم کرونا رو افزایش میده، اتفاقی که افتاد این بود که اینها کماکان دارن ادامه میدن اکثر دولت ها به اینکه وضعیت قبلی رو از جهت تداوم فعالیت ها ادامه بدن. بنابراین ساپورت کرد سمت در واقع تقاضای بازار. تو سمت عرضه اتفاقی که افتاد این بود که اوپک پلاس اومد و توافقی که برای دو ماه داشت در کاهش 9.7 میلیونیم این رو برای یک ماه دیگه تمدید کرد و ما برآورد میکنیم این برای حداقل یک ماه دیگه هم تمدید میشه. مجموع این دو عامل رو کنار هم دیگه بگذاریم، چشمانداز کاملا ساپورتیوی هست اما های ریسک. ریسک کلیدی چی هست؟
ریسکی که دیده این هست که لاکداون ها برگرده و تقاضا کاهش پیدا کنه همونجوری که گفتم. اما یه ریسک دوم هم هست، من میخوام به اون اشاره بکنم. نفت اگر خودش رو در محدوده بالای 40 دلار تثبیت بکنه که به احتمال بالای 50% این اتفاق خواهد افتاد، تولید نفت شیل آمریکا کم کم دوباره برمیگرده. ما انتظار داریم این کاهش 1-2 میلیونی تولید نفت آمریکا که در 6 ماهه اول امسال به طور خاص در کوارتر دوم 2020 اتفاق افتاد، عمدهش در ادامه مسیر با تثبیت نفت بالای 40 دلار، دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم با WTI حدود 35 دلار، ما انتظار داریم عمده تولید نفت آمریکا به سرعت احیا بشه. بنابراین میتونیم بگیم چشم‌انداز بازار نفت در مجموع مثبت هست، اما این دو ریسک کلیدی هست و باید بهشون توجه داشته. بله خب با توجه به صحبتایی که شما داشتید، این دو ریسک کلی، مشتقات نفتی و کرک اسپرد توی دنیا الان وضعیتشون خوب هستش، آیا فکر میکنید این اتفاق پابرجا بمونه؟ یعنی اگه حتی قیمت نفت هم نوسان منفی داشته باشه، این مشتقات و کرک اسپرد میتونن همین وضعیت رو حفظ بکنن یا خیر؟ اما دید کرک اسپرد اول خوبه به استاکسشون توجه بکنیم، یعنی به حجمی که ذخیره کردن فراورده های نفتی رو توی انبارهای نفتی توی نقاط مختلف دنیا که عمده این نقاط سنگاپور و فجیره و آمستردام و جاهای مختلف هست. چیزی که ما تو این یکی دو هفته مشاهده کردیم این بوده که این استاکس یا به سمت اسلو داون شدن رشد رفته، یعنی رشد کم کم شیبش کم شده، یا بعضی جاها در برخی فراورده ها کاهش پیدا کرد، اما هنوز اندازه ها بسیار بسیار بالا و در بالاترین سطوح تاریخی هست. بنابراین برای اینکه بخوایم رشد بیشتری رو شاهد باشیم توی کرک اسپرد ها، باید خیلی درای بیشتری ببینیم که این اتفاق بعیده بیفته. اما درباره اینکه آیا واقعا رشدی رو خواهیم دید یا این رشد فعلی که توی کرک اسپرد ها شاهدش هستیم این پایدار هست، به نظر میرسه که جواب مثبته. یعنی اگر بخوایم یه جمع‌بندی یک کلمه‌ای بگیم، بدترین دوران کرک اسپرد ها احتمالاً پشت سر گذاشته شده هستن. ما در ادامه مسیر یا روند فعلی یا یه مقدار شاید حتی بهتر رو شاهد خواهیم بود، اما خب فراورده های مختلف به یه نسبت وضعیت خوبی ندارن. بدترین تأثیری که ما توی مصرف فراورده های نفتی دیدیم این بود که هواپیماها در واقع خیلی کاهش پیدا کرد، در واقع تعداد مسافرت ها و مصرف انرژی سفرهای هوایی خودشون رو کجا نشون میده؟ رو جت فیول نشون. بنابراین ما بدترین وضعیت رو جت فیول دیم. تو رتبه های بعدی مثلا بنزین و گازوئیل و اینها هست. بنابراین این رو باید به تحلیلمون اضافه کنیم که اثر متقارن نیست. اما در مجموع میتونیم بگیم کرک اسپردهای فعلی نسبتاً به یه ساپورتی رسیدن، مشروط به همون مواردی که من عرض کردم در ابتدای بحث، ریسک پیگیری. بنابراین وضعیت در مجموع مثبت هست. من تو صحبت‌های قبلی که یک ماه پیش داشتم اشاره کردم که یه افت میانگین 20% کرک اسپرد دلاری در سال جاری شمسی ما خواهیم دید و داریم. اما اشاره کردم که دلار این رو برای پالایشگاه ایرانی به طور کامل جبران خواهد کرد و شاید یه چیزی هم پشت بمونه که الان فکر می‌کنیم با این دلار 19 تومانی که نیما قطعاً یه وقت خودش رو بوم برسونه، حتی اگه 1000 تومان هم دلار بیاد پایین، در نهایت نیما خودش رو در یک سال اخیر ما دیدیم که سیاست بانک مرکزی که توازن بخشی به بازار ارز بوده، این دو نرخی ها رو با یه فاصله معقولی حفظ کرده که روند فعلی پایدار نیست. بنابراین نیما اگه خودش رو تا یه حدی افزایش بده و ما هم ببینیم که در ادامه سال که 9 ماه از سال هنوز مونده روند دلار چه خواهد بود، حتی یه پی 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 ساده هم در نظر بگیریم با تورم 30-35 دلاری میتونیم تصور بکنیم چه عدد دلاری در انتظار هست، با همین پی پی ساده میتونیم در نظر بگیریم که احتمالاً کامل جبران خواهد شد اون وضعیت گذشته در باب بوکس کرک اسپرد 20-30%. یه چیزی هم اضافه خواهد موند، حالا بقیه موارد دیگه میمونه در ادامه این مسیر که ما بیاریم ببینیم که حالا اشتباه یه ایرانی به طور خاص چشم‌انداز تقاضاشون چطوره. من این نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم، صنعت پالایش تو گزارش اخیر در واقع اجماع تحلیلگران هم دیدیم جزء مثلا تاپ 3 های ریسک صنایع ایران هست توی بورس و این هم ما تو گذشته دیدیم. من همیشه به دوستام عرض میکنم من همیشه سبد خودم تو صنعت پالایشی ضرر کرده با تحلیلم ضرر کرده، یعنی همیشه با اون تحلیل های مقدار تفاوت داشت. اما یه نکته مهم هست، صنعت پالایش نرخ گذاری دستوریش خیلی کمه در مقایسه با صنایعی مثلا قند و شکر، مثل FMCG و اینها که قیمت گذاری دستوری دارن.
عمده صنعت پالایش ایران اون چیزی که پالایشگاه ها بهش در واقع دسترسی دارن اون نرخ پلتسه، یه نرخ فری مارکت در واقع. پس این یه ریسک نسبتاً کم این صنعت از بابت قیمت گذاری دستور با وجودی که ریسک های دیگه هست. ریسک دومی که تو این صنعت هست به نظر من نسبتاً کمه اینه که عمده فروش پالایشگاه ها اگر نفت کوره رو در نظر نگیریم در داخل به مصرف کننده ایرانی، بنابراین تقریباً پالایشگاه های ما یه صنعت دامستیک هست و صنعت دامستیکی که ظاهراً اگر حمل و نقل و جریان عادی زندگی ادامه داشته باشه خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره. این دوتا رو به نظرم تو تحلیلامون لحاظ بکنیم، یعنی اینکه ما اگه بتونیم روند جهانی رو خوب چرخه‌سازی بکنیم که بسیار هم سخت هست دیگه، میبینیم که وضعیت فرآوردها چی بوده، اون وقت تو صنعت پالایش ما میتونیم یه چشمانداز سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشیم. حالا من دیگه وارد این نمیشم که چشمانداز تجدید ارزیابی چیه و بحثایی از این دست، من دیگه وارد اون نمیشم. یعنی الان شما صنعت پالایشگاه رو با این قیمت‌های نفت فکر می‌کنید سوداوریشون بهتر از سال گذشته باشه؟ در صنعت پالایش ایران در مجموع امسال اگر اتفاق خاصی نیفته باید بهتر از سال قبل واکنش نشون بده. به خاطر همون نرخ برابری دلار به ریال در سامانه نیما. بله، در واقع صنعت پالایشمون من فکر می‌کنم های لورج ترین صنعت ما به نرخ ارز باشه. من حالا نمی‌تونم اینو با قطعیت بگم ولی جزء مثلا تو اگه 4 تا در واقع دهک تقسیم 4 تا در واقع چارک تقسیم بکنیم احتمالاً تو 25% بالای به لحاظ وابستگی به نرخ ارز این صنعت، چون هر چی در واقع نرخ ارز بره بالا این مارجینی که گیره اینا میاد ضرب در یه دلار بالاتری میشه، لذا از این جهت اوضاع بهتری داره. موضوع کوارتر 4 سال 1398 هم فراموش نکنیم که اون در واقع رایت داون اون موجودی در واقع انبارها احتمالاً دیگه نباید تکرار بشه دیگه. شما مثال تو شپنا اگه دیده باشین سه کوارتر و سود 4 کوارتر تفاوت اساسی نداشت، بنابراین اینم اگه لحاظ بکنیم قاعدتا صنعت پالایش باید چشم‌انداز بهتری باشه مشروط به اینهایی که گفتیم، ریسکایی که گفتم رو لحاظ بکنیم. یه ریسک جانبی دیگه هم من بگم چون شما این سوالو پرسیدین مهمه، دوستان خوبه روی این ریسک تمرکز بکنن، ریسک بازگشت نفت شه، ریسک لاک داون ها بعد موج دوم کرونا، ریسک سوم ریسک افزایش تولید و یا عدم پایبندی کشورهای اوپک پلاس، یعنی بازگشت لیبی به بازار نفت، بازگشت ونزوئلا به بازار نفت، بازگشت ایران به بازار نفت که اینا درصدش با هم دیگه خیلی متفاوته و عدم کامپلاینس و عدم پایبندی به تولید عراق، نیجریه و کشورهای از این دست. این هم فکر می‌کنم ریسک سومی که دوستان لحاظ بکنن، متناسب با این سه تا ریسک میتونن تحلیلی که ما الان امروز داشتیم و آپدیت بکنن تا یه زمان تا دیدار بعدی. خیلی ممنون آقای فروزند از توضیحات شما راجع به نفت و صنعت پالایشگاه، انشالله روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. خب گفتگو کردم با جناب آقای رامین فروزنده، تحلیلگر و کارشناس محترم حوزه انرژی. بحثاشون راجع به نفت هم دیدیم، فعلا پس نمیتونیم در واقع نگرانی در خیالمون راحت از اون قسمت نداریم. بریم سراغ بازار سرمایه خودمون. خب بازار سرمایه تا اینجای کار که حدودا 29 دقیقه از بازار گذشته 2% شاخص رفته بالا، شاخص یک مقدار حرکتش کند شده، در آستانه 1,300,000 واحدی هستیم. فولاد، فملی، فارس، شستا، تاپیکو، مبنا، خودرو بیشترین تأثیر مثبت رو بر روی شاخص داشتن. شاخص هموزن 0.5% رشد کرده، این یعنی اینکه فشار در مورد شرکت‌های کوچک بازار زیاد شده. ارزش کل معاملات هم الان داریم میریم که بیش از 5000 میلیارد تومان بشه، 5200 میلیارد تومان ارزش معاملات نیم ساعته بازار شستا، فولاد و تجارت شبندر و به ملت و به ملت داره میره که صفحه فروش هم بشه. بترانس و پاسار و معادن، خساپا، رمپنا، دماوند، چکاپا بیشترین ارزش معاملات امروز رو تا اینجای کار به خودشون اختصاص دادن. نقشه باز معاملات امروز رو داریم با هم دیگه میبینیم. بانکی ها فلزات اساسی، قضایی، سرمایه گذاری و چند رشته ای های صنعتی بیشترین ارزش معاملات رو دارن. گروه پالایشگاهی هم پر عرضه بوده، به غیر از شتران مابقی عرضه شدن، شبندر عرضه شده، شبهران عرضه شده، شبریز هم عرضه شده. سری بریم با مرتضی کلهوری کارشناس محترممون صحبت بکنیم راجع به آخرین اطلاعیه‌ای که شرکت از عملکرد 2912 شون دادن، ببینیم چه اتفاقی توی اونجا افتاده. سلام، صبح بخیر مرتضی، از گزارش شرکت‌ها در سامانه کدال چی برای ما داریم؟ مثل همیشه تو 5 دقیقه ممنون میشیم، بفرمایید. سلام، صبح بخیر آقای طهانی. خیلی سریع بریم سراغ گزارش ها. ما پارس ها داشتیم که گزارش خیلی بد داد، البته واقعا ابهام داشت توی گزارش پارس.
و اون سود تقریبا 2200-2300 میلیارد تومانی آریاساتور هنوز نیومده داخل گزارش. باید وایسیم و ببینیم که حالا توی حساب شده چه عددی میده. یه مقدار گنگ هست گزارش پارس، واکنش منم تو بازار ندیدم که خیلی واکنش خاصی به این گزارش بده. حس میکنم که بازار همون تخمینی که 1200 تومانی که ما داخل آخرین گزارش داشتیم رو برای سال 98 هنوز داره و با همون داره قیمت میخوره و معامله میشه. برای سال 99 پارس ما 1450 تومان تخمین داریم و پی بی ایش هم الان پی بی فوروادش 10 هست، یه عدد خیلی خوبی که میتونه مناسب سرمایه گذاری باشه. اما مادیرایی که خب خیلی رشد قیمتی عجیبی داشت و حتی اعلام کرد که میخواد تجدید ارزیابی بده، 100% رشد داشت نسبت به سال 98 و 96 تومان سود داده. برای سال 99 هم 105، برای سال 99 هم 160 تومان تخمین دادن تحلیلگران. یه نکته خیلی جالبه که سود 60% میره بالا. البته حالا دیدیم که این بازار لوازم خانگی هم یه مقدار این تقریبا تو طول این هفته و حالا 10 روز اخیر یه ذره التهاب داشت، یه مقدار قیمت‌ها هم رشد کرد، اما خب مادیرا هنوز هم نشون میده رشدیه و پی بی فوروادش الان داره با 28 معامله میشه. عدد خیلی جالبی هست، مادیرایی که شاید یکی از الان دیگه مارکتش به کام داره نزدیک میشه به بزرگای بازار. اما آب که خیلی به حرف سرش بود که آب خب بازار جا مونده یا حالا به اندازه بازار رشد نکرده، حتی سود 98ش از 97 هم کمتر بود و موردی که حالا شما دیروز هم فرمودید اینکه هزینه ها جوری متورم شده که نمیتونه درآمد های یک سری شرکت ها رو، یعنی درآمد ها نمیتونه هزینه های متورم شده رو کاور کنه و این مورد داره داخل آب هومانی پی اس پی میفته و خب خیلی هم شاید استدلالی که میگفتن که خب بعد بازار جامونده درست نمیشه. به هر حال شرکتی که سودش رشد نکرده و خب هیچ اتفاقی هم توش نیفتاده هیچ لزومی نداره که واقعا بخواد اونچنان رشد عظیمی داشته باشه. یه نکته جالب اینه که با این که سودش رشد نکرده بود اما برای سال 99 تحلیلگرا 156 تومان تخمین زدن و الان پی بی فورواردش 20. نمیدونم واقعا میتونه این عدد محقق کنه یا نه، چون حتی میگم اینکه نتونسته 97 رو بگیره هم واقعا جای تعجب داشته. شاید به نظر تحلیلگرا یه مقدار توی حالا اجماع بعدی که برگزار بشه این عدد رو پایین‌تر بیارن. اما شدن 142 تومان سود ساخت برای سال 98 و البته که یه اشتباهی من فکر میکنم واقعا بازار داره اینجا میکنه اینه که شدن با سود فروش سرمایه گذاری بوده و خیلی جالبه که برای سال 99 تحلیلگرها دارن اینو 194 تومان تخمین میزنن، یه عددی که اصلا واقعا نجومیه. نمیدونم چرا حالا بازار اینجوری تخمین میزنه، چون که فکر کنم نزدیک هولوش مثلا 70 تومان 80 تومان این سود 142 تومانی دقیقاً اون فروش ارز اولیه زیر مجموعهش بوده که امسال حاصل شده. اتفاق خاصی هم داخل چدن نیفتاده، حالا باید ببینیم که آیا بازار میتونه اینو واقعا درک کنه که اون فقط یک فروش یک پاره یا سود یک پاره بوده که اومده. و فخوزی که فقط 5% بالاتر از سال قبل بود خیلی جالب بود، اما خب نکتهش اینه که الان تخمین فخوز 313 تومانه و پی بی ای فورواردش زیر 10 هست، یکی از محدود سهمایی که تو بازار این عددا داره پی بی ای میخوره. به نظرم تو شمس سازا فخوز میتونه واقعا گزینه جذابی برای خرید باشه. نسبت مقایسه کنیم با فامیلی که با پی بی 12 و فولادی که با پی بی داره بالای 10 معامله میشه و حالا بقیه سهم ها فخوز فکر کنم با توجه به اینکه حالا دلار هم میتونه خیلی خوب کاور کنه از این حیث خیلی مثبت هستش. اما شبهرن تونسته 18% بالای 98 سود، بالای 97 سود بسازه و تخمین 99 اش جالبه که 437 تومانه و الان دیگه روانکارا دیروز هم داشتیم دارن با اعداد هولوش پی بی 20 معامله میشن، جزء سهمای گرون بازار هم هستن. یه مقدارم نرخ لوبکات برگشته بالا و اون بحثایی مثل حاشیه سود خیلی خوبی که احتمالاً میتونستن درست کنن با حالا با توجه به رشد قیمت نفت کمتر شده، یه مقدار هم بازار از روشون رفته. حالا ببینیم باز هم گزارش فصلی بهارشون چطوره، شاید گزارش فصلی بهار خوبی بدن اما در ادامه سال دیگه واقعا اونجوری نباشه. شاراکی که به واسطه افت قیمت نفت خیلی روش بازار مثبت بود و گفته میشد که احتمالاً سود خیلی عجیبی امسال بسازه، یه مقدار اون هم با برگشت نفت و بازگشت قیمت حالا نفتا باز هم بازار از روش توجه رو برداشته و تخمین سودی که الان براش دارن برای 99 250 تومان هست. نسبت به 98 اون هم دوباره افت سود داشته، طبیعی بود نرخ قیمت محصولاتش از نظر قیمت جهانی افت داشته. و اما اخابری که میشه بگید هیچ تقریبا تغییر سودی نداشته نسبت به 97 و یه جورایی دیگه اخابر رفته جزء سهمایی که از حوزه پی بی محور بودن و حالا رشد سود و سود خالصش جدا شده و صرفا الان میدونیم که دیگه حالا بحث تجدید ارزیابی های زیر مجموعه ها و حالا خود همراه هم که تجدید ارزیابیش مطرح هست داره معامله میشه و دیگه نمیشه حالا به اخابر بگید که چقدر سود میشه، پی بی فورواردش چنده و دیگه حالا بازار داره با ارزش جایگزینی زیر مجموعه ها این دسته رو معامله میکنه. اینکه حالا این رالی سعودی که داشت و بعد دوباره حالا افت کرده حالا دوباره داره رشد میکنه تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه و به کجا برسه شو دیگه خیلی بله. بعد ببینیم بازار چه عددی بهش میده. تا
خواهش کنم. تموم شد مرتضی بحث شما. خیلی ممنون از اینکه با ما بودی. انشالله هر روز گفتم شما رو خواهیم داشت که بتونیم اطلاعات کاملی از آخرین سود شرکت ها از شما داشته باشه. خب گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی کلهوری، همکار ما در شرکت کیان، و آخرین اطلاعات رو راجع به شرکت ها از ایشون گرفتیم. بریم سراغ بازار سرمایه. 4-5 دقیقه بیشتر از کار ما نمونده. امروز هم ساعت 10:30 همونطور که به شما قول داده بودیم اون بخش شرکت ها رو داریم. یعنی ما همیشه تو این برنامه میگیم یه کوچولو رد میشه، مثلا صنعت سیمان و دیروز علارغم اینکه خیلی صحبت داشت کارشناس محترم و تو 10 دقیقه رو پیش بیشتر نپرداختیم. از امروز سعی میکنیم یک ویژه برنامه داشته باشیم. البته به نظر من هر روز نیست، تا این راه بیفته طول میکشه، شاید هفته یک یا دو برنامه رو فعلا داشته باشیم. به صورت جزئی تر میخوایم وارد صنایع بشیم و دقیق صنایع مو به مو، شرکت به شرکت بررسی کنیم، ببینیم چه اتفاقی تو هر صنعت داره میفته. و خب امروز صنعت تامین سرمایه رو همکارم آقای محمد رضا دمسنا، که شما بارها در این قاب صحبت‌های ایشون رو مخصوصا راجع به صنعت پتروشیمی شنیدید، ان شاءالله این برنامه رو اجرا خواهند کرد. ان شاءالله با کامنت‌های امیدبخشتون کمک می‌کنید که این برنامه‌ها جلو بره و روی روال بیفته. تا الان هم شاخص کل 2% بیش از 2% رشد کرده، 26580 واحدی شده. این 1,300,000 واحدی شاخص یک مقدار به نظرم گیر داره، 1,297,207 واحد شاخص. شاخص هم وزن خب کمتر رشد کرده، 0.5%. فولاد، فمیلی، فارس، شستا، کشاد، رمبنا، خودرو، همون سهمای صبح تقریبا میتونیم بگیم که هستن. ارزش معاملات تا اینجای کار قریب به 7000 میلیارد تومان شده. فولاد مبارکه، بانک تجارت فولاد مبارکه داره انصافا فولادو داره خیلی خوب میخره، فولادو داره خوب میخره. صفحه خرید تقریبا 1,300 تومن 1,287 تومن. بانک تجارت دو مثبت هستش، چه بنده رو خوب کشید بالا، داره تا صفحه خریدش میره. بانک ملت مثلا شک کردم این صفحه به چیز هستش، رفرش هست یا نیست. بله، بانک ملت 4.5% منفی داره معامله میکنه، دیروز هم 2% منفی خورده. فعلا شاخص تو این 2-3 روزه که رفته بالا، سهامداران بانک ملت عقبن. بانک پاسارگا 2.5% مثبت، بترانس 4.5%. من دیروز خیلی از کامنت ها رو میخوندم راجع به همین سهمای بزرگ نوشته بودن، خیلی خوبه. یکی از تکنیکایی که شما میتونید یک معامله گر خوب بشید اینه که علت خرید سهماتون رو بنویسید برای خودتون که چی شده امروز رفتید سهمو خریدید، چه عاملی باعث شد این تصمیم رو بگیرید، و بعدا رجوع کنید به نوشته های خودتون. کم کم در واقع تو ذهنتون میاد که چه اتفاقی افتاده که رفتید این تصمیم به این مهمی رو گرفتید، و بعد میتونید برگردید و اصلاح کنید توی تصمیم گیری های آتیتون. این بحثی که دیروز گفتم بیاد کامنت بذارید، بخشش برمیگرده به این موضوع که میخوایم این موضوع هم انشاءالله پوشش دادیم. بانک دی هم در واقع در محدوده صفر تابلو هستش. نقشه رو با هم دیگه ببینیم، نقشه بازار رو. خب بانکی ها پرارزش ترین معاملات رو دارن انجام میدن، بانک ملت خب خیلی منفیه، بانک گردشگری منفیه، سامان منفیه، تو فلزات یا فزرین و کاوه و وسدید، و حالا اینجایی که فباهنر و فلوله و اینا منفی هستن. توی قضایی ها داریم میبینیم یه وبشهر منفیه، تو سرمایه گذاری خوارزمی شبندر رفت صف خرید، شستا داره مثبت معامله میشه. کشت و صنعت ها عموما منفی هستند، قدا سیمانی ها کاملا فضای منفی هستش، دارویی ها فضاشون منفی شده. جالب، سهما رو با شایعه میخرن و با خبر میفروشن، و این نکته. کانه های غیر فلزیمون تقریبا منفی هستن، سهمای کوچیک عموما منفی هستن، خودرومون داره رنگ منفی به خودش میگیره، خبهمن رفته سمت صفر تابلو. پس امروز من این عدد از آخرین شاخص بگم و ما دیگه کارمون رو تموم کنیم. روی 2% مثبت شاخص، یعنی شاخص 1,297,207 واحدی کارمون تموم هستش. لطفاً کامنتاتون راجع به حاکمیت شرکتی و راهبری شرکتی و درکتون از این ماجرا رو تو بازار سرمایه برای ما بذارید. ما انشالله میخوایم این فضای مجازی رو بکنیم به یک فروم خیلی کامل و جامع از آخرین نقطه نظرات بازار سرمایه. انشالله تا 12:45 دقیقه شما رو میبینم. 10:30 دقیقه با محمد رضا دمسنا باشید. خدا نگهدار.